داروهات مرتب میخوری؟ خیالات برات داشته. این داروهایی که برات می‌نویسم توهم‌زان. بیا اینجا. اینو به کسی نگو. فکر میکنن بیماریت اوج کرده، کارتو از دست میدی، یا شاید هم بخوام منت همینجا دیگه نتونی بری خونت. خوبه؟ بفرین بیا. سلام یادالله. بفرین بیا. بیا پایین. ماشاءالله. بفر بیا برو پیش مامان. بودو. بودو. دست در نکن. بفر بیا. بودو بودو دیگه. بودو معطل نکن. آقای راننده میخواد بره. بیا. داروهاتو خوردی یادالله؟ بله خیالتون راحت. ببخشید من دیروز نتونستم بیام. میدونین که خدا هم باهاتونه بیامرزه. خدا رحمت کنه خانومتو. دستت هم درد نکنه تو مسیر این بچه ها رو بردی. یدالله بیا. چه؟ بیا. اینو برسه با آدرسی که پشتش نوشته. خیلی مهمه. نمیدونی با این کار چه خدمت بزرگی به من مملکت کردی. اینا چی با اینا کاری نباشه. فقط برسونش. اگه خواهی بود بدونی که تا حالا دونسته بودی. بفهم کن. عجیبه. خوب بهت اعتماد کرده. آفرین. برای که ما خودشونیم. نه دیگه یدالله. ناشکری نکن. تو معالجه شدی، هیچ مشکلی هم ندارد. چرا؟ منم مشکل دارم. شما مشکل نداری؟ همه مشکل دارن یدالله، ولی نوعش فرق داره. برو دیگه به کارت برس. چی شد؟ دستشو نگه دار. سف 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 سف. بابا اونم تمیز کردم، لباساتم شستم، غذاتم آماده است رو گاز. به سلامت بابا. بابا قرصات یادت نره.
باز چی شده یدالله؟ نه ترس بابا، نه ترس، ما اینجاییم. حاج حسین، گونی خب، رو اندازه دیگه، باید یه چیزی میکشیدی رود یا نه؟ هوا سرد شده، اصلا چرا بیرون خوابیدی؟ سرما نخوره یه وقت. میگم حاج حسین، فکر کنم روح زنم برگشته. استغفرالله، کف نگو یدالله، روح زنت کدومه؟ توهم عزیزم، با این همه دارو که به خوردت میدن بهتر از این نمیشه که. این حرفا رو به مردم نگیا. باشه دیگه نمیگم. برو بگی بخوا، چیزی نیست. بابا هوا روشن نشده، تو اینجا چیکار میکنی؟ طوری شده، خب نگرانت شدم. نه، چرا باید طوری بشه؟ حاج حسین زنگ زد گفت بیار، بابات خوب نیست. خودش حالش خوب نیست، مرد که دهن لق گفت بابا تو قاطی کرده. راست میگه بابا. بابا تو رو خدا به فکر آبروی ما باش. من که هر روز بعد از ظهر میام اینجا برات کاراتو راست و ریس میکنم، دیگه مشکل چیه؟ میگه همه همسایه‌ها میگن بابا دوباره هوایی شده. خودش هوایی شده و هفت جد آبادش. بابا برو. بابا چرا اینجوری میکنی؟ برو خونتون. من خودم کاراتو میکنم بابا. نمیخوام برای من کار کنی. برو خونتون. بابا برو. بابا واکنش‌هاش به محرک‌های ناسازگار با ترس و خشونت همراهه که روند درمان رو کند میکنه. متاسفانه سطح هوشیاریش محدود شده و این کمی نگران کننده است. خانم علاوه بر تجاوز، با قتل مهاجم شوکه حاصل تشدید شده. با وضع موجود تمایلش به محرک‌های عاطفی
رو برسون به این آدرسی که پشتش نوشتم، خیلی مهمه. داروتو خوردی یادولا؟ بله خیالتون را ببخشید من دیروز نتونستم بیام. میدونین که خدا هم باتونو بیاموزه. خدا رحمتش کنه خانومتو، دستت هم درد نکنه. سر دادی بچه ها رو بردی، هیچ کسا نداشتم. نمیدونی با این کار چه خدمت بزرگی به من بکن کردی. با اینه کاری نباشه، فقط برسونش. اگه خواهی بود بدونی که تا حالا دونسته بودی. بیا علمشنگی را انداختن و اینا بدتر میشه. منم باشم نمیذارم. یه کاری میکنی همه ازت میترسن. دیگه هم کاری نکنید نگهبانو بریزن سرت. اگه رفتارتو درست کنی معلوم که حالت بهتر شده. دکتر اگه ببینه درمان شدی میفرستادت بری. سلامت. رفتم دمه شما رو
قرصات یادت نره. چی شده یدالله؟ نه ترس بابا، نه ترس، ما اینجاییم. حاج حسین، گونی خب، رو انداز دیگه،
باید یه چیزی میکشیدی رود یا نه؟ هوا سرد شده، اصلا چرا بیرون خوابیدی؟ سرما نخوره یه وقت؟ میخوای بیام پیشت تنها نباشی؟ نه 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 حاج حسین، نمیخوام، دست درد نکنه، نمیخوام. برو بخواب، چیزی نیست. میگم حاج حسین، فکر کنم روح زنم برگشته. استغفرالله، کف نگو یدالله، روح زنت کدومه؟ توهم عزیزم، با این همه دارو که به خوردت میدن بهتر از این نمیشه که. این حرفا رو به مردم نگیا. اگر جنی به دنیای خودت برگرد، اگرم آدم میذاری خودت به من نشون بده. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم، خانوم، چی شده؟ کمک نمیخوای؟ چی شده؟ وایسا، کمک نمیخوای؟ عزیزم چی شده؟ از چی میترسی؟ من میخوام کمکت کنم. وایسا، وایسا بیا بشین، 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 بشین.
به خدا میخوام کمکت کنم، نترس. تو چرا تنهایی؟ این وقت صبح تو خیابون چی کار میکنی ها؟ چی کار میکنی؟ تبم که داری ای بابا. گشنته نه؟ بذار برم براتونون بیارم. نریا، همین الان برمیگردم. بیا بخور. بگیر. بخور. بخور. بخور دیگه. آخه تو کی هستی؟ این وقت صبح اینجا چی کار میکنی تو؟ ها؟ بیا. بیا عزیزم اینو بگیر. بگیر. بگیر دیگه. بگیر یه ناهاری چیزی واسه خودت بخور. بعدم برو سر خونه زندگی. تعبیر مامانش میدی؟ چشم درست دانه کنی خدا حافظ. خونه نیست خانم، رفته. با کی کار داری؟ با دختر یدالله کار دارین؟ هیچی نیست، دختره رفته خونش، یدالله هم رفته سر کار. کاری هست به من بگید. شماها میفهمین اومدین اینجا چی کار میکنین؟ نیومدین اینجا که یه قل دو قل بازی کنین، بخورین و بخوابین. اگه اینطوری ادامه پیدا کنه همه تون رو عوض میکنم. من نمیفهمم شماها اینجا پول نمیگیرین که سرتون با تایتون بازی کنه. حواستون به کارتون باشه. آروم باشه. صبر کن. صبر کن. یدالله اون نامه ها رو رسوندی؟ آره خیالت راحت. آفرین. میدونستم میشه بهت اطمینان کرد. اگه با دخترم کار داری خونه نیست. یه
برای سوب درست میکنم. سوب درست میکنم. نمیخوای بگی کی هستی؟ نگو. صورتت نشون بده، شاید خودم شناختم تو. شب خیلی منو ترسوندی، همه فکر کنن من جنی شدم. آدمیزاد که هستی، هستی. اگه بگن تو دسته حوریایی، بیشتر باورم میشه تا جن. میگم از من بشین من منظوری نداشتم. نمیتونی صحبت کنی؟ لالی چه خوب. خانومی به زیبایی و کمالات تو نمیترسی از اینکه با یه مرد ناآشنا، اونم تو این خونه تنهایی؟ من یه فکر بهتر دارم. صیغه میدونی چیه؟ فردا صبح به حاج آقا میگم بیاد حلالت کنه. ماشالله نرسیده تا گفتم حلال به فکر بچه افتادی؟ آره خب بچه تو دیگه، بچه تو میشه، یعنی بچه دوتامو میشه. کجا؟ از خونه تو فرار کردی؟ میگم این که ترس نداره. گوش کن منو، وقتی زن من شدی من خودم میبرم آشتیت میدم، خوبه؟ کار؟ خب کار من؟ خب
فردا صبح. خب فردا صبح تو با من بیام بریم محل کار من؟ نه نمیشه، نباید کسی بفهمه تو اینجایی. فهمیدی؟ خانم سلمتی بفهمه منو بیچاره میکنه. خودت اینقدر اذیت نکن، بعدن صحبت میکنیم. من برات سوپ پختم، بیا بریم، هوا سرده، بریم تو. خواهش میکنم. مال زنم، خدا بیامرزتش. چقدرم بهت میاد. مال تو باشه، البته بدل ها. ببخشید. نه نه نه، بذار باشه، تو گردنت خیلی قشنگ تره. ای بابا باز شروع کردی گیر دادی به کار من. آخه تی زدن گیر دادن داره؟ اونو بلش کن، اینه نگاه کن، این انگوشتر انگار از اولم برای تو درست کردم. یادولا اون خیلی مریضه ها، باید درمان بشه. نمیشناسم. یادولا اگه تو بدونی اون کجاست باید به ما بگی ها. بابا اون خیلی مریضه، جنون داره، زده یه نفر کشته. اگه دوباره بازم با کشه چی؟ پیش توه؟ نه آخه چرا با پیش من باشه؟ به خاطر اینکه میگفت فقط تو میتونی ببریش میشه. اینکه لاله بگو یادولا کجاست؟ تو از کجا میدونی اون زبون نداره؟ ده بابا چرا نمیفهمی؟ زدی یه نفر کشه، ممکنه الان هم بکشه. خاک بستنم، دخترم تنهاست، شاید بیاد خونه ما. خونه تو؟ با احتیاط بهش نزدیک بشین، با خودش دیگه هم میکنه. اگه به تحصیل ممکنه به هم بیان به خودش آسیب بزنه. بابا از کجاست؟ میگفت که بیاین تو شما، باید تو بدونم چه خبره اینجا؟ باید تو بدونم.
شده ید والله؟ باز خواب نما شدی؟ نه حاج حسین، این دفعه اینا خواب نما شدن. بین زن هاست. اینجا کسی رو نداره، ممکنه برگرده پیش تو، اینو داشته باش، اگه خبری شد با من تماس بگیر، یه وقت نترسی ها؟ چشم. باشه؟ باشه. باشه؟ من تقصیری نداشتم، پرستار خودش فهمید. میشناسیش که؟ به خدا من لو ندادم، گفتم عروسک رو میخوای بدی به بچه؟ به خودت؟ مگه تو بچه ای؟ آها، یه بچه دیگه. بچه خودت؟ مگه تو بچه داری؟ تو بچه داری؟ کجاست؟ آه، تو محل کار من؟ پرورشگاه؟ ها، تو این همه آدم رو گذاشتی سر کار که به بچهت برسی؟ ما رو میخوای بندازی تو هچل که عروسک رو بدی به بچه؟ آقا بنا نسبت کدوم آدم خری این کار؟ بذار جوابشو بدم، اگر نه الان همه همسایه رو میریز اینجا. به خدا نمیگم تو اینجایی، بگم حاج حسین چی شده؟ چرا داد میزدی؟ چیزی شده؟ من تو خواب داشتم با خودم حرف میزدم، برو بگی بخواب. دیدی بهش نگفتم؟ بیارش با این اونو. باش. به خدا من کاری نکردم.
آدرس پرورشگاه؟ من سواد ندارم، ببخشید. خانم چادری ندیدی؟ اون که تو کوچه داشت می‌گذره خانم شما؟ هم؟ مردی حسابی این موقع شب کسی خانمش رو آلو که تو کوچه پس کوچه از این طرف رفت خیلی بنده که یه بلای به سر خودم رو پشتن برده لازمی چادرش در اون فکر کنم باز لازم نیستم آنجا رفتم ساعت تو دست اگه نگرفتم حالا و سراخ کجا خانم؟ ما هم بلدیم به سلفی ما در خدمت باشیم آره آره آرچی فکر نکنی کارگریم نداریم هم فعال هم تماشا زرار نمی کنی به جونه خانم بیا خانم اینقدر غیر قمیش نیا این موقع شب بهتر از اون خانم ما همین جوری کشتتیم بچه ها بلش کنیم خانم شهر می شوا یه طورش هم می شه اینا با خانم های دیگه هم خیلی فهم داریم Yeah.
بچه‌ت مگه نمیخوای بچه‌ت رو ببینی؟ من اومدم کمکت کنم ببرمت پیش بچه‌ت. به خدا پلیس اینجوری ببینتت ولت نمیکنه. کار از اینکه هست بدترش نکن. گوش کن ببین من چی میگم. وایسا. بابا جان وایسا، چرا حرف گوش نمیدی؟ بابا من خاطرتو میخوام، گوش کن. مگه نمیخوای بری بچه‌ت رو ببینی؟ من میبرمت پیشش. پلیس اینجوری ببینه دیگه ولت نمیکنه. گوش کن، اگه با من بیای کسی بهت شک نمیکنه. بیا سوار شو بابا جان. بیا. دستو بنداز. پلیس ها دستت ببینن دوتامونو میگیرن ولمون نمیکنن. بنداز دستو. بابا جون دارم میرسم. بده من. دارم میرسم، دست از پا خطا نکنی ها. من خودم حلش میکنم. سلام جناب سروان. خدا قوت. طوری شده؟ خانمتون هستم. دست شما درد نکنه. به ما میاد کسی دیگه ای باشه؟ استغفر الله. خیلی چشم. تو اینجا چکار میکنی؟ شهر نشه. بیا
دیگه چته؟ مگه بچه ته ندیدی؟ خب دیگه نبود قصه بخوری، الان بهت بخندی، مگه سالم نبود؟ خب خدا رو شکر کن، بخند. آفرین، بریم. درسته چقدر غلط، ولی راستشو بخوای مهرت به دلم افتاده. میگم حالا که این همه مصیبت کشیدی، از اسشکا فرار کردی، بیا بریم یه جای دور، یه جایی که هیچ کی ما رو پیدا نکنه، وگرنه باید بری آسایشگاه، معلوم نیست کی بیای بیرون. منم که هر روز تو باید برم اونجا کار کنم، وگرنه به اسم دیوونه میگیرم میندازنم همون تو. دوست داری یه عمر اسم دیوونه رومون باشه؟ خیلی خوب، پس حالا دیگه انتخاب کن. درست میکنم، نوکری تو میکنم. ما بچه اونو من درستش میکنم، نگران نباش. بذار اول جامونو پیدا کنیم، بعد اونم میارم پیشت. کار درست نیست، من مخلصتم هستم ولی به خدا این کار درست نیست. اگه نمیتونی من خودم ببرمش. آخه مسئله این نیست، فردا نمیگن من به دو نفر دو تا دیوونه؟ اینو میخوای بگی؟ باش هرچی تو بگی، من هرچی میگم که قبول نمی کنی، هرچی تو بگی میبرم. قربونه برم مچارتم.
همون شب دکتره با یه آمبولانس رسید. میخواست برش گردونه آسایشگاه، ولی بعد یه فکری کرد از من خواست یه چند روزی ببرمش پیش خانواده‌اش. گفت اینجوری آروم میشه. تو رو خدا یدولو شر درست نکنی یه وقت. از کجا فهمید دکتره پیش تو؟ تو بهش گفتی؟ یدولو اون باید درمان بشه، چرا نمیفهمی؟ سلام علیکم. دلارام اینجاست؟ به تو چه؟ چیکارش داری؟ بچه‌شو آوردم ببینتش. بچه‌شو؟ شما کی هستین؟ یه آشنا. اگه قابل بدونید شوهر آیندهش میخوام بشم. مسخره میکنی بیناموس؟ حرف دنت بفهم چی داری میگی؟ رو جگر بزنم. مادم ببرمش. تو بی خود میکنی که ببریش. چی میگه؟ چه خبر؟ یه لحظه اجازه بده عمو جان. ببخشید. عمو جان چرا خون خودتو کثیف میکنی؟ اینم از همونجا میاد. بنده خدا مریضه. آورده این خانم بچه‌شو ببینه و بره همین. اون که بچه نداره. پس این کیه؟ کیه؟ یعنی تو نمیدونی این کیه؟ از کجا بدونم؟ اون خانومی که آوردن در خونتون بچه نداره؟ اون هیچ وقت بچه نداشته. پس این بچه کیه؟ بعد از اون بلایی که اون از خدا بی خبرها به سرش آوردن، فکر میکنه بچه داره، بچهش هم ازش گرفتن. مأمورها و مردم اینجا راحتش نمیذارن. اگه نذاری من ببرمش، اونا میان میبرنش. حیا کن، خجالت بکش. بفرمایید آقا، بفرمایید. تو دیوونه خونه اون فقط یه دیوونه است، ولی تو خونه من یه خانومه. من خوبش میکنم، برای اینکه من مثل خودشم. دیوونه ها بهتر با هم کنار میان. من میخوام کمکش کنم، من آدم بدی نیستم. حلال رو حرام سرم میشه، میخوام زنم بشه. از اعتماد من سوء استفاده کردی یدالله، باعث شدی که مریض من از این آسایشگاه فرار کنه. به خدا هیچ وقت نمیبخشم، به جون یه دخترم به خطر انداختی. دیگه حق نداری پاتو اینجا بذاری. من مریضم، حالم خوب نشده. ببینید دستم چیزو میلرزه. تو رو خدا رحم کنید، من حالم خوب نیست، دارو میخورم. پس چرا به من کلک زدی؟ یدالله تو چه ارتباطی با اون داری؟ نمیدونم، ولی اگه طوریش بشه من میمیرم. چطوری یدالله؟ بالاخره بگیم؟ آره فقط 5 دقیقه. باشه چشم. سلام.
دخترت آوردم ببینیش. مامان سلام کن. سلام مامان. هر وقت دلت بخواد میتونی ببینیش. دیگه اجازه شو دادن. اگه اجازه ندن زن من بشی دوتایی بزن فرار میکنیم، میریم یه جایی که هیچکی نتونه پیدا میکنه. بچه‌مونم با خودمون میبریم، قور میدم. نگاه کن، یادولا تو دیگه میتونی بریم، من پیششون هست.